به شهر غزه باستان می رویم، شهری که چند سال قبل لقب پایتخت تمدن اسلام را کسب کرد. این ولایت در سالهای اخیر شاهد اختراع و نوآوری های زیادی بوده است، و اما امسال نیز دو تن از باشندگان این ولایت یک موتر آفتابی و بدون ساخت را نوآوری کرده است. این موتر در یک روز بارانی در شهر نوآباد غزنی با حضور داشت مقامات دولتی این ولایت رونمایی شد. و حرف اساسی ما این است که اگر دشمنای مردم افغانستان و دشمنای این نسل هر چقدر تلاش بکنند که با یک نحوی از انواع مختلف صد رای از یا شانسایی که اینا از آموزشگاه ها، از ابتکارات و از ظرفیت های علمی که باید بکار بگیرند صدرایشان شوند، این خواب به گورشان ببرند. این موتر توسط رئیس شورای ولایتی غزنی رسمان به حرکت آمد. مساخان رضایی یک از سازندگان این موتر میگوید ما نواره های زیادی کرده ایم، از جمله شیشه آبگرمی که متاسفانه مردم آن را به نام خود ثبت کرده است. لازم به ذکر میدانم قبل از ساخت و دیزاین این موتر من و پدر عزیزم جناب محترم محمد علی رضایی در سال 1389 اولین بار شیشه آبگرمی را در این ولایت ساختیم و در حد اکثر ولسوالی های ولایت غزنی و همچنان در چندین ولایت افغانستان که متاسفانه بعضی از افراد این خدمات و نوآوری را نادیده گرفته و این نوآوری را به اسم خودشان باز سلام خدمت تمامی دوستانی که ما را از طریق چنل یوتیوب فرشته خانم مرس، چنل یوتیوب داجونال و همچنان صفحه فیسبوک مهاجر تی وی میبینین. بینندگان عزیز، ما در ولایت غزنی در شهر نوآباد هستیم و شما قسم میبینید در کنار ما یک موتر سولاری هستن که موتر سولاری را دو تن از هموطنان ما به نام محمد علی رضایی و همچنان موسی خان رضایی نوآوری کردن و خلاقیت به خرج دادن. بیشتر معلومات در مورد خود از این موتر از زبان خود از دو تن از هموطنان ما میشنویم. ویدیو تا آخر بیننده باشین، یادتان را برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید، همچنان چنل یوتیوب را سابسکرایب کنید. موسی خان رضایی هستم، پسر محمد علی رضایی از ولسوالی مالستان ولایت غزنی، و مدت کاری که ما روی موتر کار کردیم در مجموع حدود کار زیت تکمیل شده در حدود 4.5 الی 5 ماه طول کشید که ما کار زیر تکمیل کنیم. هزینه از این موتر
حدوداً $3,500 شده و پرزجاتی که در این موتر ما استفاده کردیم، پرزجاتی ماشین خیاطی است، ریکشاست، موترسایکل است و ده ها اراده جاتی مدل روز است. من یک چیزی جاپاس هسته شش نمه بیتری استفاده هسته که اونم 26 امپیره در مجموع خود دادنه یا خود دادنه بیتری بله یا چهار جاپاس هست شش مورد استفاده دیگه اینه مثل چهار یارش اینه چهار یاری که از داییم برف چهار میشه خود از برق زنده چارج میشه از برق زنده چارج میشه اما سولار هم از طریق بله از طریق سولار خونه سولار به بالش هسته نه این فقط از طریق برق زنده چارج میشه عزیز موتر که ما ساختیم وزنش 600 کیلوگرم است و 1800 کیلوگرم را به شمول می 600 کیلوگرم حمل میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم دا موټر زموږ د وطن ساخت دی یا د موږ ورور د غزنی ولایت د نوآباد د کلي اوسیدونکی دا موټر جوړ کړی دی دا ډېر یو لوی افتخار دی نه تنها د غزنی بلکې د ټول افغانستان لپاره دا ډېر لوی افتخار دی یا لبخند بزنین همایتان بگوین کچالو همایتان بگوین کچالو جوانده دیوی افغانستان تل دیوی افغانستان وای 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 تل دیوی افغانستان جوانده دیوی افغانستان یای جان تشکری میکنیم از پیشش خدا دگاه مقبالش بالا بکنه که دیگه در وطن ما شما خدمت میکنه صاحب دگاه خداوند روشن داشته باشه مغزش Thank you.
آرزوی بزرگ من فقط صلح افغانستان است که افغانستان صلح باشه، مردم به آرامی و رفاه زندگی کنه. فقط بالاترین پیام آرزوی من این است که افغانستان آرام باشه. تمام جوانا مثل از من بسیار دو برابر از من مغزای از این بچه های نسل نو بلنده که اینو بیتونه از مغزای استفاده کنه. فقط آرزوی بلند من میسته. این شعار خب صلح آرزوی درنه همه جوانا همه مملکت افغانستان است. از روز که ما متعلق شدیم تا اون صلح نماده در جنگ گرفتار هستیم. خواستیم از طرفین جنگی است که بیاید به پروسه صلح بپیونده تا در افغانستان کارور میشه و بتونیم کشور خود را به سوی آبادی سفر دهیم. شهر باستانی غزنی است، شهر صنایعی است. اگرچند شهر صنایعی شاهد خیلی از افتخارات یا شاهد خیلی از نوآوری های در افغانستان بوده که اولین طیاره هم که ساخته شده بود از ولایت باستانی غزنی بود. دیگه همچنان ایلالم یک موتر سولاری ساخته شده، قبلا هم یک موتر سولاری ساخته شده بود، اما این یک چیز کاملا متفاوت، یک چیز کاملا جدید است با یک شیب بسیار زیبا و با یک شیب بسیار قشنگ هستند. امیدوار هستم که باز هم ما شاهد نواره های خوبتر و شاهد یک دستاورد های خوبتر باز هم از شهر صنایعی باشیم و همچنان از بلخص از آقای محمد علی رضایی همچنان مساخان رضایی باشیم. با امید آبادی افغانستان، با امید پیروزی پیشرفت افغانستان و همچنان با امید یک صلح دائمی و یک صلح پایدار و همچنان یک صلح واقعی در افغانستان. دیگه تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین. یادتان نره ویدیو را لایک کنید، همچنان کانال را سابسکرایب کنید. دیگه سابسکرایب کردن شما به عنوان حمایت از ما است. تا ویدیوی بعدی، تا برنامه بعدی که باز ما در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به لای پاک میسپاریم. دیگه خدایا را نگهدارتان.